دعاوی مضحک و وقیحانه سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی در مورد حملات سایبری تروریستی رژیم به زیرساخت‌های آلبانی. ما در ارتباط با بحث آلبانی مواضع خودمون رو به طور صریح در این خصوص اعلام کردیم. ما مجدداً تأکید می‌کنیم که هر گونه اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران در بحث حمله ادعای سایبری به آلبانی رو به طور جدی و قاطع ما رد می‌کنیم. جای تأسف هست که دولت آلبانی به عنوان کشوری که میزبان یک سازمان معلوم الحال، یک سازمان نشاندار تروریستی شده، ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران با زمین سازی طرفهای دیگری رو مطرح میکنه که اساساً به نظر میاد که از ابتدا یک سناریوی طراحی شده هست. و نکته جالب اینه جمهوری اسلامی ایران قبلا به دولت آلبانی پس از طرح ادعا اعلام کرد که به لحاظ فنی آمادگی دارد کمک بکند به دولت آلبانی برای اینکه ابهامات مرتبط با این موضوع رو برطرف بکنه و توانمندی‌های خودش رو در حوزه سایبری در اختیار قرار بده برای روشن شدن ابعاد قضیه. شب گذشته فکر می‌کنم روز گذشته دوباره گفتن حمله سایبری جدیدی ایران کرده به پایانه‌های مرزی آلبانی. اگه این نکته هم اضافه بفرمایید ممنون میشم. ما بار دیگر هر گونه مشارکت رو در حملات سایبری، چه حمله قبلی ادعایی و چه حمله جدید ادعایی رو قویاً تکذیب می‌کنیم و ما این گونه اتهام زنی رو به جمهوری اسلامی ایران از اساس محکوم می‌کنیم. اما این نکته یک بار دیگران اشاره بکنم، مشخصه که این گونه اتهام پراکنی ها منشأش نه لزوماً از تیرانا و آلبانی بلکه از هزاران کیلومتر دورتر داره هدایت میشه و متاسفانه دولت آلبانی به نظر میاد که در مسیر اجرای سناریوی قرار گرفته که طراحش طرف یا طرفهای ثالثی هستن که به دنبال منافع سیاسی خودشون در این ارتباط هستن. ما یک بار دیگر هر گونه نقش جمهوری اسلامی ایران رو در چنین حمله‌ای قویاً تکذیب می‌کنیم و هر گونه اتهام زنی در این ارتباط به جمهوری اسلامی ایران رو قویاً محکوم می‌کنیم.